سلام رفقا، امیدوارم که حال همگیتون حسابی خوب و عالی باشه. سعید هستم، مربی رسمی AFC و آنالیزور فوتبال. اومدیم با آموزش یه حرکت خیلی خفن، حرکت رینبو یا رنگین کمان، همین حرکتی که الان اجراش کردم، حرکتیه که داشم نیمار استاد این حرکته و میخواییم با همدیگه این حرکت رو قدم به قدم یاد بگیریم و ببینید که واقعا چقدر همچین حرکتی آسون بود و تا حالا نمیتونستی بزنی. بزن بریم. در قدم اول انجام این حرکت بچه ها، پای تخصصی ما از پای غیر تخصصی مون یه مقدار جلوتر قرار میگیره، دقیقا به این شکل جوری میشه که حالا هر دوتا قوزک پامون هم سعی میکنیم که به توپ برخورد کنه. این مرحله اوله، دقت کنید، اینجوری صاف نیست یا اینجوری زدن نیست، اصلا همچین چیزی ما نداریم. حرکت رینبو واقعی اصلش اورجینالش که نیمار میزنه اینه که یه پا جلوتر قرار میگیره، یه پا عقبتر. سعیمون رو میکنیم که دوتا قوزک پامون هم به توپ توی این استایل برخورد کنه. مرحله دوم با پای غیر تخصصی، یعنی مثلا من پای چپم غیر تخصصیمه، ببین یه مقدار توپو میارم بالاتر، رولش میدم به سمت بالاتر. شما اینو باید تمرین کنی که توپ ببین صاف بتونی بیاریش بالاتر. تو مرحله سوم یه مقدار بدنت قراره بچرخه و بیاد جلوتر، یعنی خیلی ها هستن اینطوری میزنن، اصلا با توپ کار ندارن، انتظار دارن توپ خودش بیاد جلو، یا اینکه اصلا بدنشون صافه فقط این حرکت میزنن. خب این اشتباهه. درستش اینه یه مقدار بدنت خم بشه رو به جلو و خودت هم سعی کنی که توپو ببینی. حالا تو مرحله چهارم یا مرحله آخرمون با پاشنه پا سعی میکنیم به پشت توپ جوری محکم ضرب بزنیم که توپ قشنگ بیاد بالاتر. برای تمرینش ابتدا ما کاملا به صورت ساکن این تمرین انجام میدیم. حتی نیمار هم توی بازی اکثر اوقاتی که این دریبل میزنه با سرعت بالا نیست، یا ساکنه یا نهایتا توپ ببین سرعتش خیلی خیلی پایینه. ما برای تمرینش در حالت ساکن این حرکت رو تمرینش میکنیم. دوباره اسلو موشن حرکت رو استپ بای استپ مرحله به مرحله ببینید بچه‌ها. دقیقاً با پاشنه پا ضرب بزنیم توپ بیشتر میاد بالا. حالا بعضی هستن با بغل پا هم میندازن به سمت جلو که چندان فرقی نداره، بستگی به قدرت پای شما داره که چقدر محکم توپ رو به جلو و بالا پرتاب کنید. برای اینکه این تمرین رو هم 100% بشید، دقیقاً مثل من بارها و بارها باید تمرین کنید تا کامل مسلط بشی، تا این تمرین 100 بشه. یعنی از هر 5 تکرار حداقل 4 تکرارش بگیره براتون. برای بار آخر هم اسلو موشنش رو، صحنه و حسش رو دوباره ببینید، کاملا استایل رو دقت کنید بچه. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه بچه ها. تو مسابقات رسمی اگر به این حرکت هنوز کاملا مسلط نشدی، نیازی نیستش که تو مسابقه رسمی این حرکت انجام بدی. با دوستات چمن گرفتی، دوستانه داری بازی میکنی، اون تایم این حرکت رو تست کنی خیلی بهتره و اونم با زمانی تست کنید که دیگه به این حرکت 100% تونستید مسلط شده باشید، کاملا مسلط بشید بعد اجراش کنید و مطمئن باشید که با تمرینه که شما هر روز بهتر میشید. منم که اول این تمرین رو خواستم انجامش بدم، این حرکت رو خواستم تمرینش کنم، اوایل واقعا برام سخت بود، اول واقعا توپ میرفت عقب، نمیومد بالا، نمیومد جلو، ولی با تمرین و تکرار زیاد یه جورایی قلقگیری کردم، یه جورایی این حرکت افتاد تو بدنم که حالا قلقاش هم داخل این ویدیو بهتون گفتم. دوستتون دارم، حتما به آموزش‌های دیگه پیج ما هم سر بزنید. پیج اینستاگراممون هم به این آدرس leosaid.adrenaline دنبال کنید، روزانه کلی آموزش داریم. و در تلگرام به این آدرس ما رو دنبال کنید، برای مشاوره رایگان میتونید پیام بدید به این آیدی که این پایینه. و در سایتمون هم saidhamidzade.com کلی مقالات و آموزش های ناب گذاشتیم که بهتون مطمئنم کلی کمک میکنه. تا ویدیو بعدی، فعلا.